پیوندان سید عبدالله نوری از سازگزار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و رئیس سابق کمیسیه آشتی ملی به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که مقامات باز دو نفر نزدیک به این رهبر سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را با اتهام از خارجه پول گرفتند دستگیر کردند. ابوبکر نوری برادر خردی سید عبدالله نوری گفت سید ولی رضایف شوهر خواهر آنها 5 روز قبل و محافظ سابق نوری اسمت الله بلخیف یک ماه قبل دستگیر شده است. سامانه زندانیان خبر داد که سید ولی رضایف را به آن عیبدار میکنند که فرزندانش در اروپا آیند و او از آنها پول دریافت کرده است. به اطلاع این سامانه سید ولی رضایف از جانب مقامات ولایت قتلان دستگیر شده است ولی حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد. یک منبع بامداد گفت سید ولی رضایف در نویه وخش دهخونی میکرد و یگان ربط و علاقه به فعالیت‌های سیاسی نداشت و اما اسمت الله بلخیف را به گفته یکی از نزدیکانش که از بردن نامش خودداری کرد قبلا در پی بازداشت برادرزاده نوری نصرت الله سیدوف بازپرسی شده جواب شده بود و در فرودگاه دوشنبه انگام نشستن به هواپیمای راهی روسیه دستگیر شده است. او در سالهای 90 و ابتدای سالهای 2000 یکی از محافظان سید عبدالله نوری بود. نزدیکانش احتمال کوشش فرار از کشور و داشتن بلخیف را رد کردند و گفتند که او سالهای آخر هر سال با رسیدن فصل بهار به روسیه به مهاجرت کاری می رفت. قبلا درباره بازداشت نصرت الله سیدوف و محب الله نوردینوف دو برادرزاده سید عبدالله نوری و برادر خردیش نورالله سیدوف به عین اتهام از خارجه پول گرفتند خبرها به دست رسیده بود. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت خویشاوندان سید عبدالله نوری یگان اطلاع رسمی نشر نکردند ولی یکی از پیوندان این رهبر فقید مخالفین گفت به حساب آنها تا دو ماه آخر دست کم 14 نفر از افراد نزدیک به نوری با عین اتهام یعنی از خارجه پول گرفتند به حبس گرفته شدند. اما پیوندان نوری میگویند از خویشاوندان خود در خارجه گرفتن مبلغ جرمی نیست و صدها هزار خانواده تاجیک از عزیزان مهاجر خود از روسیه و کشورهای دیگر پیوسته کمک مالیوی به دست میارند. خویشاوندان نوری هم یک قسمشان حالا در اروپا کار و زندگی میکنند، به خویش و تبار خود در تاجیکستان پول میفرستند ولی طوری به نظر میرسد این پولها وقتهای آخر برایشان درد سرزو شده است. سید عبدالله نوری 15 مارت سال 1947 در دهه آشتیان در وادی وخیای نویه سنگوار به دنیا آمده، 9 آگوست سال 2006 در سن 59 در دوشنبه بعد بیماری طولانی از عالم چشم پوشید. نوری که پرورده مکتب قاری محمد جان رستموف معروف به مولوی هندوستانی بود، هنوز سال 1973 با 4 همفکرش جمعیت پنهانکار مذهبی را با نام نهضت جوانان مسلمان تشکیل داد که بعداً به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تبدیل یافت. نوری نفری است که همراه با حاج اکبر تورجانزاده از نام اتحاد نیروهای مخالفین سازشنامه صلح سال 1997 را با پرزیدنت امام‌علی رحمان امضا کرد و بعد بازگشت مخالفین به وطن تا سال 2001 رئیس کمیسیه آشتی ملی بود. بعد من دیگر باره فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 شماره از پیوندان نوری از جمله چند پسر و دخترش ترک تاجیکستان کردند و اکثرش اولو در اروپا به سر میبرند ولی قسم دیگری خویشاوندان نوری در تاجیکستان ماندند.